خاکی که در خدمتون هستم امروز اسمش توشه راه یه بایستاز مستقله. بعد قطعا منظور از این توشه راه این پنیر سبزی و اینات خیلی فقط نیست، چیز دیگه تا دستمال رو اینه. هدف اینه که وقتی که ما یه بازی میخوایم بسازیم با چه ابزارهایی میتونیم این بازی رو بهتر بسازیم. این بهتر بودنه کلمه کلیدی اینجا. کلن توجه کردن به ابزار تو ساختن بازی یه چیزیه که خیلی تو بازی کوچیک دیده نمیشه یا خیلی اهمیتش بهش نمیاد، یا تو لااقل چند تا بازی اولی که درست میکنیم خیلی مهم نیست. مثلا حالا اسم فایلامون چی باشه، اسم فولدرامون چی باشه. یک کسی هم که رد بشه یه گیری به اومده که معمولا خیلی هم مرور سرش نمونده، احتمالا میگه بار ما با حوصله داریم، مثلا نیو فولدر دو هم اوکیه مثلا. ولی مثلا این درسایی که مثلا چرا این چیزا مهمه، چرا بعضی از کتابای مهندس نرم افزار فصلای زیادی رو به نامگذاری اختصاص میدن، به نظر ما مثلا خنده‌دار نمیاد کم کم که جلو میریم اگه بمونیم تو بازی ساختنه. این تاکه در مورد اینا نیست خوشبختانه یا متاسفانه، خیلی سعی میکنه که عام باشه و جوری باشه که به درد اکثر اون بخوره. قطعا آدمای متاسفانه وجود دارن تو جمعتون که اینا رو میدونن و احتمالا خیلی تاکه بورینگیه براشون، ولی خب هدف همین بود. کلن هدف من اینه که با معمول ابزار بیشتر دوست بشیم، بیشتر عاشق بشیم، بیشتر بهش توجه کنیم موقع ساختن بازی، تو اون مرحله پیش دوریدی که معمولا نداریم تو دیولوپ کردن بازیامون، یه زمانی رو به ساختن تول اختصاص بدیم. ببینیم که حتی این تول اون تول نیست، ولی جزء کاری که به نظر من خیلی وقتی رو الکیه چون مستقیما یه نوع تاثیر نمیذاره، ولی در طول مسیر دیولوپمنت بازی کمک میکنه. این تاک سه قسمت داره و یه قسمتش هم توی یه ساعت که الان فرام 45 دقیقه جا میمیشه، ولی من سه بخشش رو گذاشتم به دو دلیل. یکی اینکه این اسلاید ها اکثر اسمایی که توش ببینیم، مثلا اسم برنامه ها و اپلیکیشن ها و اینجور چیزه که معرفی شده هات لینکه، یعنی اگه بتونیم اسلاید هاشو یه جور گیر بیاریم، مثلا دراپ باکس منو هک کنین یا هر چیزی، روشون کلیک بکنین اون صفحه اون برنامه یا اون هوم پیج یا اون پروژه اوپن سورس یا هر چی باز میشه، میتونید اونجا برنامه رو بگیرین. یعنی به عنوان یه انسیکلوپدیا مانند یه لیستی میشه از این برنامه‌ای که تو هر کاتگوری به درتون میخوره که اگه من در اصل برنامه شما حتی صحبت کنم مثلا بعدا میتونید این دارو ببینید. دو اینکه یه بخشی برای سوال و جواب داره آخرش که اگه معمولا خیلی سوال نمیپرسیم دیگه، اگه اون سوالا رو نپرسیدیم من بتونم اون بخش اسکیپ کنم برام یه تیکه جلوتری که اضافه کردم اون توضیح بدم. بعد اینا خلاصه اگه نرسیدیم این کاملا قابل انتظار. بخش سوم که هیچی بود، اون دو بخش اول و دوم یه بخشی هستش که وقتی که ما داریم گیم رو میسازیم یه مجموعه از ابزارهای معمولا کوچیکی هستن که خیلی کار بزرگ انجام میدن ولی خیلی دیده نمیشن. دیده نمیشن از این جهت که وقتی که من خودم دارم تحنیه بازی میسازم شاید به یه مشکل خاصی بر نمیخورم که اونو سرچ کنم و بفهمم که بعد از این ابزار استفاده میکردم که اون مشکل حل بکنم، و آدم به گوشش نمیخوره که مگه همچین چیزی هم وجود داره، مگه همچین چیزی هم میشه حل کرد، مگه اصلا همچین مشکلی وجود داره. من خیلی دوست دارم در مورد اون بخش به شخص صحبت کنم، ولی خب میخوام که بس که فقط تمام بشه باشه. شاید اسپانسر برنامه نیستن ایشون باشه قرار بده باشم همشون گفتن نمیشه. بخش اولش جنرال انجینا که انجینا این که در تئوری باشون همه چی میشه ساخت، این همه چی میشه ساختن یه ترید آف داره دیگه، مثل همه چی داره دیگه تو نرم افزار. وقتی که من با یه ابزاری میتونم همه کار بکنم، این همه کار کردنه دست منو دوست
ساختن یه سری کارا بیبنده همیشه، یعنی که من باش کار تخصصی نمیتونم مثلا نشان بکنم. مثلا اگه من یه عبدالی دارم باش میتونم هم بازی ماشین سواری بسازم، هم تکس ادونچر بسازم، هم فرست ادونچر بسازم، اطلاع برای هیچ کدوم از اینا این انجین کمک من نمی کنم. ولی خب از اون طرف ترید آف نقطه بعدش یا از دیده ما نقطه خوبش اینه که باش همیشه میتونم بسازم. یعنی میتونم من مثلا گیم میکر استودیو یاد بگیرم و باش بتونم تکس ادونچر بسازم، یا باش فرست پرسن شوتر بسازم، یا هرچی. چون فکر میکنم این انجین ها خیلی شناخته شده از کارتون و معروفن معمولا تو ایران، خاطر همین جنرال پرپرس بودنشون خیلی روشون وقت نمیذاریم، ولی من فقط میخوام نظرتون رو به این قضیه جلب بکنم باز هم که اگه من میخوام یه بازی توی ژانر خاصی بسازم، احتمالا اون انجینی که الان آیکونش رو دسکتاپ من هستش بهترین گزینه من نیست، یا اون انجینی که الان راحتم کار بکنم بهترین گزینه من الزاماً نیست. شاید انجینی وجود داشته باشه، یا کتابخونه ای، یا چیز دیگه که من تو ساختن اون ژانر یا اون بازی خاص کمک بکنم. این مسئله رو من تو مرکز رشد معمولا خیلی زیاد میبینم، تو پروژه‌ای که بچه‌ها انجام میدن، که بای دیفالت یونیتی، یعنی هر چیزی یونیتی. یه نفر هم بیاد برنامه سوشال نتورک درست کنه که اپلیکیشن بود کاملا، باز هم یونیتی بود. آره کار میکنه، ولی مثلا موتور فیزیکش هم منتظر اینه که یه ایونتی بیاد و مثلا اکثر مواقع انتظارش خیلی چیز نیست. این بحث میشه یه خورده شدیدتر هم که در مورد 2D 3D، یعنی یه انجینر در مورد 2D 3D هم جدا بکنیم. بهشون احساس کنم خیلی 3D داله برای اینجا هم صحبت هم بکنم. این فیلی که اینجا من اضافه کردم به اسمت ریکورد پروگرامی، میکنم کنم بیشتر به دردتون این فیلد میخوره. اونم اون انجینای من نظرم بوده که تو اون فیلد یس گرفتن، یعنی اگه من پروگرام بلد نیستم انجام بدم و توی زمان کوتاه مدتم برنامه ندارم که یاد بگیرم، یه سری انجینا هستن که به من کمک میکنن بتونم گیممو بسازم بدون اینکه کد بنویسم. این کوفرم میدونم همه پروگرامرها رو باید از صفر بگیرن، کد نوشت بدن، ولی واقعا حقیقت اینه که یه سری ابزار هستن که کمک میکنن به بقیه ماها که بتونن گیم بسازن بدون اینکه کد بنویسن. بعضی گیم انجینا هستن که ذاتاً برای این کار ساخته شدن، مثلا نمونه‌اش رو می‌بینید. یه سری هم کتابخونه لایبرری وجود داره برای مثلا انجینای مثل یونیتی یا گیم میکر یا این چیزا که بهشون میگن یا ویژوال اسکریپتینگ یا هر کی اسمش میگه، که به من کمک میکنه که با ابزار ویژوال بتونم پوش کد بنویسم. خود گیم میکر نسخه ریال استودیوش وقتی که من درگ اند دراپ میکنم یه سری اکشن ها رو میندازم توی سری ایونت ها، اون اکشن ها هیچ کار جادویی انجام نمیدن، یا اون پشت یه سری کد داره نوشته میشه ولی من کد رو نمیبینم. ولی خب مثلا باشون گیم جدی هم فیدبک این خوب زیاد باش گیم جدی هم درست کردم، مثلا گان هوم با یو اسکریپت ساخته شده که یه ابزار ویژوال اسکریپتینگ برای یونیتی. سر این قضیه هم اسست خیلی معروف شد، مثلا میشه اسست ها رو خرید، یا میگم خرید تو پرانتز پرانتز دیگه منظورم خرید گزینه نیست. اینا خیلی خوبم برای این که من قبل از اینکه مثلا وقت بذارم برم یه مدتی و یه حجمی از موام و اینا رو تلف کنم من که پروگرام یاد بگیرم، برام ببینم که من دوست دارم گیم درست بکنم یا نه، مثلا چه میدونم دوست دارم گیم بازی کنم یا دوست دارم گیم تورنت کنم. خیلی خوبه، خیلی هم بد نگاه نکنید به این قضیه، به عنوان اینکه به دلیل اینکه یا به من کمک میکنه بازی رو بسازم و این خب همه هدف همینه، یا اینکه اینتروداکشن خیلی خوبیه به برنامه‌نویسی کردن، یا به دید از بالا یا برزاوی یا هر اسم دیگه ای که یه گیم چجوری ساخته میشه. قطعا وقتی که من بتونم با یه ابزار ویژوالی مثل اینا یه بازی بتونم درست بکنم،
بعدا که برام اون اکشن هایی که ویژوال درگ اند دراپ کردم تو روزهای خوشحال گذشته، الان که دارم کد می‌نویسم و الان خیلی دنیا سیاه و سفید ترسم که دید خیلی بهتری دارم تو کسی اون راهو نرفت. حالا سو خوبه دیگه. خروجی هاشون رو نمیدونم، سیستم آمالشون رو نمیدونم. از اینا که بگذاریم، من ترجیح میدید که الان وسط یه سوال بکنید یا آخر سر سوال بکنید. من آخر سر یه بخشی گوشتم برای از کیو اند ای، ولی میشه بخش رو خوب کرد الان هر جون که راحت آخر ما فهمه. از اونا که بگذاریم رسیم این انجینای ژانر اسپسیفی که یه تیکه تاکه الان من به نظر من دیگه مهمش اینه که من میخوام اگه یه ژانر خاصی بازی بسازم از کدوم یک از اینا میتونم استفاده کنم. از خودش اینا معمولا شناخته شده نیستن تو ایران و دلیلش هم اینه که وقتی که من میخوام یه گیم بسازم معمولا نگاه میکنم پسر فلان با چی داره گیم میسازه، بعد هر چی که اون داره منم همون رو دانلود میکنم و همه رو باز میکنم به آل تپ میزنم هیچ نمیشه. هیچ وقت وقت دقیقی نمیذاریم ما هممون هیچ کدوم که بفهمیم که برای ساختن اون گیمی که الان مد نظر منه از چه ابزارهایی تو استفاده کنم یا اصلا چه ابزارهایی بهترن برای این کار. مثل این اونه که من یه خونه رو کلا برم با یه چکش بسازم از سر تا تهش، فقط به هواپیما میخوام بزنم چکش هست، ماشین سر پام درد میکنه چکش هست سرم درد. اینا خیلی خوبن، آدم اینا رو بشناسه بیشتر از اگر من بیشتر از این میشه دیگه از خانهش از اینا کمتر میشه اینا رو بشناسید. مثلا اگه میخوای بازی بیت ماپ بسازی، انجینی که برای ساختن بازی بیت ماپ درست شده قطعا خیلی از مشکلاتی که شما بلافاصله بهش برخورد میکنید چه بلافاصله نزدیک چه بلافاصله دورتر رو حل کرده برای شما. مثلا توی بازی بیت ماپ تایمینگ خیلی مهمه، زمان بندی دقیق بین زدن کلید و حداقل بودن دیلی بین فیدبک ویژوالی که من از اون مشتری زدن میبینم خیلی مهمه. تو خیلی انجین های این قضیه خیلی حیاتی نیست، بخاطر اینکه طرف ممکنه تکس ادونچر بسازه یا ادونچر پتن کلیک بسازه، این کلیک که شما تا ریاکشن مثلا یه دقیقه هم وقت باشه در ادونچر بازی میکنن دیگه، صبر زیاده چایی که میخوره اسنس جا بوده های کارکتر یه رایی هم گره. و توی بازی فایتینگ این دیلی یه مثلا 20 میلی ثانیه فکر میکنم بیشتر باشه آتشار تونتون طرف میزنم بعد میشه آتشار دیسیبل کرد نتونه کویت کنم زیر میز ریش کویت بعد خلاصه مثلا چند تا شد به واسطه بعضی از کلاس هستون بکنم بعضی بهش تفهم مثل مثلا RPG Maker که ذاتا ساخته شده. این اتفاق هم هست که یکی از اینا رو که مثلا یاد میگیریم میشه اون ابزاره جنرال پرپسه برامون و با اون میخوایم همه کار رو بکنیم. این اتفاق هم من دیدم باورم نمیشه ولی خب دیدم باورم هیچ معنی نمیده به تو یه موجب چکار بکنم. یعنی مثلا خیلی خوبش Adventure Game Studioه که باش Adventure میسازم، یعنی باهاش خوبه دیگه. من این اسمال کفت و پلا نداشتم آدم خیلی در بیاد هدف همینه نتونید ببینید تو رو تجیه بشید به تو دمیدی که گنده دارم داد بزنید اون آبا که اون بس نه؟ آبا بارده این استایلش رو من هم بگیم یه سایت فکسنی دارم و میذارم هم بکنم هم بتونید بگیرید از اینجا یا هم کدومش را باکس قرار هر کنید آه.
هر قشن یه استودیو رو شمرز میکردم که باش باشه احتمالاً یه مد بیشه رسید یه نمونه خیلی تو ایران باش یه مد شده کسی میشنسه؟ اینا رو خلاصه بشه این برای اینکه اگه خواستید مثلا ویژوال نوول بسازید با برند هایی که با پایتون کار میکنه خیلی کارتون راحت تره تو مثلا همه این چرخ رو دوباره بسازید و شروع کنید مثلا تمام اتفاقها رو سنگ رو دوباره افتار کنید دوباره اینجا اون ترید آفه هست یعنی اگه من از این ابزار استفاده کنم ترید آفه که به دست میارم اینه که یه زودتر میتونم بسازم احتمالا دو احتمال این که اولا نسخه کرک شده اینا پیدا کنم سخت‌تر دو چون خواستم ولی نکته مهمترش اینه که همونقدر کنترل من گیم کمتر میشه بچه‌ای که مثلا RPG Maker تجربه کار داره احتمال میاد مشکل یادشون بود بعید یادشون بیاد که یه سری کارهای دیفالت خیلی خوب انجام میده RPG Maker ولی یه ذره بخواید اون کارا دست ببرید هنگلک بکنید با یه دیوار خیلی سفت بتونی مواجه بشید که نمیشه خیلی سخته این به یه اندازه بود همه اینجینا بود داره بالاخره وقتی که من دارم چیز آماده استفاده میکنم یه اینو دارم به تنم میمالم که کنترلم کمتر بشه ولی خب دونستن این ترید آف ها خیلی خوبه اینجوری خیلی چشم بسته در آموزش بازه بود از این هم که بگذاریم میرسیم به گیم فریم ورک ها این فریم ورکس میگفتم بهتر بود اولیش که فلیکسل راتکات رو با آقای نسخه مودیفای شده فلیکسل درست کردیم هم این سیرسی ها بعد خیلی فرق گیم فریم ورک با گیم انجین کسی میتونه بگید بالاخره میشن اسمبلی و سی پی اون رو تک تک اجرا میکنه اصلا نمیدونم شما داری فیلم میبینی داری گیم بازی میکنی داری تورنت سیو میکنی سیو بکنی سیو کردن متاسفم اینو دارم باید بگم ولی نه اینجور نیست خیلی دوست داشتم که بگم که آره اینجور اینجور نیست گیم انجین خیلی محیط بسته تری داره من تو سورسش معمولاً هیچ انگولک نمیتونم بکنم و یه محیط آماده است برای من که یه سری توابعی که اون تو هست استفاده بکنم معمولاً غیر مستن ولی فریمورک فایده که برای من داره اینه که یه خورده بازتر از انجینه یعنی من میتونم از یه سری به قول دوستم زیر ساخت استفاده کنم یه سری کتاب خونه استفاده بکنم که اینا به من کمک میکنم من بازیمو بسازم وقتی که من دیگه اینجوری مثل یونیتی استفاده میکنم یه سری انتخاب ها برای من انجام شده و من نمیتونم اون رو عوض بکنم مثلا فیزیک من یا برای 3D فیزیکس برای 2D باکس 2D و تمام من دیگه نمیتونم اگه مثلا دارم شوت ما با گوله تنی میسازم که توش دن ده تریلیون در حال وجود داره باکس 2D برای کار خیلی بده ازش نخواه استفاده بکنم همینی که هست
یا باید هزینه خیلی زیادی بدم یه انجین دیگه فیزیکی خودم بنویسم که اصلا اینا خیلی بده تقریبش نمیتونم. ولی وقتی از فریمورک استفاده بکنم میتونم بگید که خب من الان میخوام از این فریمورک استفاده کنم برای گرفتن ورودی، از این فریمورک برای گرفتن فلان اتفاق، این فریمورک خودم می‌نویسم برای اینکه این کار خاص خودم انجام بدم. درسته؟ فلیکسل فرقش پس با چیزی مثل یونیتی اینه. اینا دارم میگم که اگه سراغ یه چیزی مثل فلیکسل یا سراغ هر کدوم از این گزینه‌ها رفتید خیلی محیط ویلکامینگ و خیلی خوبی نداشت، ناراحت نشید به خاطر اینکه ذات اینا اینجوریه. معمولا برای اهداف خیلی خاص و کوچیک ساخته میشن که کسی که میخواد از این استفاده کنه اولا راحت بتونه اینا رو بشناسه، بدونه که چرا من از فلیکسل استفاده کنم، چرا مثلا از باکسوی استفاده بکنم، و راحت بتونه اینا رو مثلا تیکاه لگو هم بچسبونه و اونجایی که نیاز داره از اون سولوشن، از اون فریمورک استفاده بکنم. خب نیازه تابلو تو ساختن بازی اسمش رو اول شنیدیم بعضی اون دیگه، مثلا فیزیک، رندر کردن اسپرایت، لود کردن مش تکسچر، صدا و موسیقی، گرفتن مثلا ورودی از کنترلر، از وبکم، چه میدونم مثلا از کینکت. تو بعضی کتابخونه سطح بالاتر استفاده کردن یه سری فیچرهایی که توی اون SDK وجود داره، مثل مثلا فیس دیتک کردن یا موومنت دیتک کردن توی مثلا SDK کینکت یا بعضی هاشون هم به اون فریمورک یا اون زیرساختی که خودشون اجرا میشن خیلی اتکا میکنن، مثل فیزر که حالا باید ریچارد دیویه که هدفش این بوده که ایده های فیکسل رو بتونه با جاوا اسکریپت و HTML5 پیاده‌سازی بکنه و خیلی فریمورک خوبیه. اگه میخواید سمت HTML5 و جاوا اسکریپت و این کار رو برید پیشنهاد میکنم که فیزر رو نگاه بکنید. ولی خب اگه من از فریمورک استفاده بکنم که اوپن سورس نباشه یا من لاغ سورسش نتونم بخونم، یه خورده هدفش رو نقض میکنم، به خاطر اینکه من دارم از فریمورک استفاده میکنم به جای گیم انجین، اون سختیه رو به جون میخرم که پدرم در بیاد برای استفاده کردن هیچی سرم نیارم، سخت باشه با هیچی کامپتیبل نیست اولش و اینا، ولی خب بجاش دستم باز باشه. یعنی حواستون باشه چیزی میخواید انتخاب بکنی این امکان سنجی و این کار رو انجام بدید که احتمالاً آخر سر کمکتون میکنم. مثلا فریمورک مونوگیم پایین کسی که ایکس این ای کار کرده شد تا میشنسن اینه، مثلا این پیرزیزی اوپن سورس از ایکس این ای دارن انجام میدن، گفتن که الان میخوان پروژه بیشتری رو مثلا به اسم موبایل بگیرن. مثلا فلاش پانک خیلی شبیه فلیکسله، یه زمانی رقیب فلیکسل هم داری، خب الان یا مثلا هکس فلیکسل یه خوبی که این فریمورک و اوپن سورس دارن اینه که آدم ها میتونن زنده نگرش دارن و از اون برم با آدم ها خیلی راحت میتونن بباشن. مثلا فلیکسل برای اینکه بتونه رو آی او اس بیا، چون انجین بلیچینگ در واقع یعنی برای رندر کردن اسپرایت ولی طراحی شده، خیلی با سخت افزار موبایل موزت کامپتیبل نیست، خیلی جی پی یو دارن همه چی بچ بشه، ولی خب اسپرایت زدن یه خیلی سی پی باوند، خب ملت بچه سن رو تمام پورت کردن به آی او اس. از اینا که بگذاریم در مورد آی دی ها خیلی کوتاه یه صحبت بکنیم، بخاطر اینکه آی دی ها اکثرا فکر کنم میشناسیم یا پیدا کردنشون خیلی راحت و محدوده. خیلی دوستشم در مورد آیدی ها خیلی تاریکتر و آشناخته در صحبت کنیم، ولی فکر کنم که خیلی غیر از اینکه فنسی باشه و من خفه من از آیدی ها فایده دیگه ندارم، برای این لیست خیلی من کوتاه کردم. فقط در مورد ویژوال استودیو بگم که ویژوال استودیو کنیم اخیرا خیلی درزیده با خودش مخصوصا و این نسخه اکسپرسش رو داره فری میده، نسخه پروفشنالش هم یه لینک های عجیبی تو سایتش اگه پیدا کنی میشه لایسنس ها رو دانلود کرد، میدونم بشه ایسا همیتی نداره ولی گفتنش بد نیست.
پیشنهاد میکنم که اگه میخواهید با بر فلش کد بنویسید حتما فلش دیولپر مد نظرتون داشته باشید. ادوبی فلش رو خیلی موقع میشه فراموش کرد و کد ادیتور رو هم خیلی کوتاه کردم به خاطر اینکه فکر میکردم که خیلی فایده نداره مثلا یه لیست 700 تایی از کد ادیتور رو عجیب من بدارید، جز اینکه اگر تحت ویندوزید مرتبط